ده ها سال است که امامزاده داوود و کوههای اطراف آن به عنوان یکی از محلهای گردشگری مردم تهران در فاصله نیم ساعتی این شهر مورد استفاده قرار می گیرد. اما به رغم اخاذی‌های هنگفتی که به اسم امامزاده داوود از بد و تأسیس حکومت آخوندی صورت گرفته، پس از 34 سال مردم این روستا همچنان از وضعیت خدمات اولیه و نبود زیرساخت‌ها در رنج و عذابند. چند سالی که شما اومدید توی نمای کلی روستا شما تغییری دیدید یا نه؟ تغییر که ندیدم، ولی تخریب زیاد دیدم که نمای اینجا اگر یه زلزله بیاد مسافرخونه اینجا دوامش نداره. که الان من اومدم توی مسافرخونه اسکان کردم، اگر یه زلزله کوچیک بیاد، کوچیکترین زلزله بیاد، جون من و بچه‌ام در خطره. فکر نمی‌کنم کلاً حالا محل عوض شده باشه، اون ساختار قبلی خودشو داره و با وجودی که حالا یه مقداری هم با توجه به اینکه ورودیه‌ای گرفته میشه اینا، به نظرم رسیدگی برای تمیزی اگرم خودتون مشاهده بکنید تمیزیش و اینا خیلی کمه، یعنی خیلی محروم مونده به نظرم. رسیدگی کمه چون اینجا به تهران نزدیک، حداقل نیم ساعت با تهران فاصله، ولی امکانات ضعیف. امکاناتی که اونجوری که بخوای نه، پارکینگ که نداره، گاز که نیست و اینجا گاز کشی نیست. شرم یکی از کاری که اینجا یعنی نمی‌تونیم سکونت کنیم، با برق نمیشه زندگی کرد. اگه گاز داشته باشه چه ما زمستون میجی میمونیم دیگه، چه بریم دهات پایین. گاز نداره، رسیدگی جاده نمیکنه، ترافیک زیاد میشه. بعد از لحاظ بهداشت اینا، یعنی بهداشت ضعیفه، درمانگاه اینا مستقر نداره اینجا که مردم در آسایش باشن. امکانات اقامتی اینجا مناسب هستش؟ امکانات اقامتی که نه، فقط یه دونه مسافرخونه که پایین داره، بعد مسافرخونه که بالا هستش خیلی کثیفه، خیلی کثیفه. الان من یه اتاق گرفتم نتونستم بشینم توش، گفتم تا غروب بشینم و برم. حتی مسافرخونه هاشم در حقیقت امکانات خوب و تمیزی نداره که برای مونده. امکانات خدماتی چطور؟ هیچ کدوم. علاوه خدماتی هم که رستوران بخواد باشه یا بخواد مکان تفریحی داشته باشه که نداره.